انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر. لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل و ملائکتو فرو فرستاده می شوند، نزول می کنند فرشتگان. نزول در مفهوم عبارت به این معناست که تحولی که در حقیقت یک امری از حالتی به حالت دیگر متحول می شود بدون اینکه متغیر بشود. اساساً نزول به معنای ترجمه است، به معنای یک چیزی که در یک شکلی قابل فهم نیست ولی در شکل دیگری قابل فهم می شود، چیزی که مفهوم نیست ولی با تغییرات در نوع نگرش به او، نه در تغییرات در خود او، در تغییراتی که در نوع نگرش به او می شود، یک امر نامفهومی مفهوم می شود. اما نکته‌ای که باید به خاطر بسپاریم این است که وقتی ما می گوییم نزول حاصل می شود، تحت هیچ عنوان تغییر در موضوع نزولی وارد نمی شود. یعنی اگر بگوییم که این سیب نازل شده، این سیب بعد از نازل شدن تبدیل به گلابی نمی شود. اما این سیب وقتی نازل می شود مفهوم ما می شود. یعنی ممکن است که این سیب در یک جایی بوده که ما فقط اسم سیب می شنویم، اما تا به حال در عمرمون سیب خوراکی ندیدیم. اون وقت این سیب وقتی که از یک شهری، از یک جایی که ما او رو نمی شناسیم به ما میرسه، یعنی از نظر مکان متحول میشه، از نظر زمان متحول میشه و در یک شرایط دیگری به ما میرسه، ما به این سیب نگاه میکنیم و میفهمیم که مفهوم سیب چیست. این سیب متغیر نشده ولی از نقطه نظر مفهومی متحول شده در ذهن ما، نه در ذهن خود سیب. سیب تغییر نمی کنه، به هیچ عنوان تغییر نمی کنه. یعنی اون وقتی که ما سیب رو نمی شناختیم، با الان که سیب رو می شناسیم، در سیب تغییر ایجاد نشده بلکه در فهم ما و امکان ما به شناخت سیب و معرفت به این سیب خوراکی تغییر ایجاد شده و تسهیل ایجاد شده، تمکین ایجاد شده و ما توانستیم، امکان پیدا کردیم که تا دیروز نمی دانستیم که سیب چه معنایی می دهد، امروز می فهمیم که مفهوم و معنای سیب چیست. به این تحول و به این تغییر فهم در ما و به این تنویر و روشن شدن و به این نحوه تفهیم که یک امر نامفهومی رو مفهوم می کند، در اصطلاح قرآنی نزول گفته می شود. اما ریشه ثلاثی مجرد نزل در زبان عربی به معنای فرو آمدن، همسط شدن، قابل فهم شدن، یک نواخت و یک منزل و یک سطح گردیدن معنی میده، که همه اینها به نوعی میشود گفت ترجمه معنی میده. و الا از نظر فیزیکی و از نظر مقام، پیام که مقام نداره، پیام یک وسیله است. پیام وقتی مقام پیدا میکنه که مورد اطاعت قرار بگیره، به کار برده بشه، و الا پیام که خودش یک دستوره.
ما وقتی به واژه بسیار بغرنج و پیچیده نظر، تنزیل، نزول، منزل، به این مشتقاتی که از این ریشه برمیاد نگاه میکنیم، نسبتاً واژه پیچیده است و احتیاج به توضیح دارد. نزول در مفهوم عبارت از تحول در حقیقت یک امر است بدون اینکه شامل تغییر در اون حقیقت بشود. یعنی پیام نزول تعویض نمی شود و تغییر نمی کند. نزول یک وسیله انتقال است و یک ابزار تعیین و تمکین استحاله است که این استحاله که از حالی به حالی تبدیل میشه، از مقامی به مقامی تبدیل میشه، نزول در واقع یک وسیله است که تعیین میکنه که چطور این تحول انجام بشه و چطور امکان داده بشه به یک پیامی، به یک موضوعی که از حالت نامفهوم بودن به حالت مفهوم شدن سفر کنه. یعنی یک حقیقت به وسیله یک اسباب و با یک ابزار از یک بعد هستی به بعد دیگر هستی سفر میکنه و از یک هستی ظاهر که ما منتظر هستیم که داشته باشیم، از یک هستی باطنی به هستی ظاهری میرسه، یا از یک هستی که از دید ما غایب هست حاضر میشه. و به لحاظ این تبدیل و تحولی که در هستی اون موضوع داده میشه، یک امر نامفهوم نهایتاً برای ما مفهوم میشه. موضوع نزول در واقع پاسخی هم هست برای کسانی که مرتب سوال میکنند، که سوال تاریخی تکراری، که آیا قرآن حادث است یا قدیم است؟ قرآن البته قدیم است، چون آثار خداست و عکس خداست و هرچه اثر خداست و هرچه اثر و آیات خداست قدیم است، چون خدا قدیم است. قدیم به معنای اول بی اول، آغاز بی آغاز. هرچه عقبتر برید باز هم به اول او نمیرسید. اولیست که اول ندارد، در تقویم قرار ندارد، آنچنان آغازیست که الست گفته میشود یا ازل گفته میشود. در این حال قرآن حادث است، چون در انسان معلوم می شود، در انسان مفهوم می شود، در انسان متجلی می شود، در انسان ظاهر می شود، متظاهر می شود. قرآن از یک سو به عنوان اینکه علامت خداست، نشانه خداست، عکس خداست، باید قدیم باشد، و از سوی دیگر از دیدگاه ما که تا دیروز قرآن رو نمی شناختیم و معلوم ما نبوده، محفوظ ما نبوده و امروز قرآن برای ما شناخته شده، این است که از دید نگرش ما قرآن یک امر حادث است، از نظر خود قرآن و وجود قرآن یک امر قدیم است. برای پیامبر اسلام یا برای همه انبیاء دیگر، پیام خدا در بعد مجرد قدیم است، در بعد مقید، یعنی وقتی شخص پیامبر اسلام دریافت وحی می کند و به یکی از موضوعات قرآنی آشنا می شود و معرفت پیدا می کند، برای او حادث شده است. اما این دلیل بر این نیست که این حدوث شامل تشکیل و تولید و خلقت پیام هم بوده باشد. خود پیام اگر علامت خداست و اگر نشانه خداست، باید که دارای قدمت باشد. مثالی که در این زمینه میتواند تا حدودی روشنگر این مطلب باشد این است که
خورشید در شب دیده نمی شود. یعنی خورشید یک امر حاضر است، حضور داره خورشید، اون خورشید جایی نمیره، هر جا که هست همونجا هست. خورشید یک امر حاضر است که از دید ناظر، از دید کسی که نظارت میکنه و از دید شاهد، در شب خورشید غایب دیده میشه و میگویند که خورشید غروب کرده، شب شده، خورشید نیست دیگه. در صورتی که شب یا روز تفاوتی نمیکنه، خورشید هر کجا بوده همونجا هست. و صبح همین خورشیدی که ما میگفتیم دیشب غایب بوده و در غیبت به سر میبرده از دید ما، در چشم ما حاضر نبوده و همونطور که گفتم غایب محسوب میشده، همین خورشید حاضر میشه و ظاهر میشه و ما او رو در آسمان میبینیم، از دریا نگاه میکنیم، از افق بالا میاد و همه جا رو روشن میکنه. هیچ هم نمیتوانیم موضوع رو رد بکنیم، میگیم این خورشید که نبوده یک ساعت پیش، الان ببین در کجاست، در افقی است که بین دریا و آسمان ایجاد میشه و خورشید داره از اینجا بالا میاد. الان با چشمتون میبینید که خورشید بالا میاد و خورشید ظاهر میشه و خورشید حاضر میشه. یک ساعت پیش خورشید غایب بود. پس این خورشید به لحاظ اینکه ما میدانیم که خورشید همیشه حاضر است، قدیم است، اما تجلی و ظهور خورشید در فهم و شهود انسان یک امر حادث است. به بیان دیگر، حدوث در فهم انسان واقع می شود که انسان معرفت به وجود خورشید پیدا می کند. رشته سخن رو گم نکنیم، ما درباره تعریف واژه نزول از ریشه نزل در قرآن توضیحات مختصری می دهیم و از این مهم عبور می کنیم. یکی از بزرگترین معضلات کسانی که با قرآن مواجه می شوند این واژه های کلیدی رو وقت صرف نمی کنند که با توجه به بقیه آیات قرآن از اونها یک مفهوم صحیح رو استخراج بکنند که جامع و کامل و شامل باشه. چون خورشید، فهم به خورشید در ذهن انسان شکل میگیره، بنابراین حادثه. حادث در کجاست؟ در ذهنیت من. و اما خود خورشید حادث نیست، به خاطر اینکه خورشید در زمانی هم که بر من حدوث نکرده بود وجود می داشت. روشنایی خورشید رو ما به عنوان حدوث تلقی می کنیم، ولی وجود خورشید رو قدیم تلقی می کنیم. خورشید قدیم است، اما طلوع خورشید در منظر ناظری که به او نظارت می کند حادث تلقی می شود. این حضور غیاب دارای واقعیت نیست و این تغییر و تحول در ذهن ما انجام می شود، در خارج نیست. این حضور و غیاب همونطور که گفتم در فهم ناظر است، و الا خورشید یک واقعیت موجود و ثابت است، اما کره زمین که سیار است، گاه خود کره زمین مانع تابش خورشید می شود. همیشه در بخشی از زمین تاریک است، در بخشی از زمین روشن است، در بخشی از زمین خورشید حاضر است از دیدگاه ناظر، و در بخش دیگری از زمین خورشید غایب است، باز از دیدن، از دیدگاه ناظر. اما چه چیزی باعث می شود که خورشید تاریک بشود و روشن بشود؟ هم عامل تاریک شدن و هم عامل روشن شدن خود همین کره زمین است که در حرکت است و حرکت خودش رو به خورشید نسبت میده. و در زمانهای قدیم، همین الان هم، افرادی که تجربه علمی کمتر دارند خورشید رو سیار میبینند،
مثل انسانی که در یک قطار راه آهنی باشه و از یک تونلی عبور بکنه یا از کنار درخت ها عبور بکنه. من بچه بودم یادم هست که سوار قطار می شدیم و از کنار درخت ها که عبور می کرد تعجب می کردم که چطور وقتی قطار حرکت می کنه درخت ها عقب نشینی می کنند و مرتب به اون طرف پشت قطار می رن. خیلی کوچک بودم البته. همین احساس رو ما امروز نسبت به موضوع نزول و موضوع انزالات و موضوع فرستادن آیات الهی داریم و بحث حادث و قدیم بودن قرآن درست بر اساس همین نشستن در قطار و دیدن درخت هایی است که به جهت مخالف با سرعت حرکت می کنند و انسان تعجب می کنه که این درخت و زمین و اینها چطور همه در حال حرکت هستند. عین همین حالت رو ما در مورد خورشید داریم، یعنی وقتی زمین در مقابل خورشید قرار می گیرد پیوسته بخشی از زمین در تاریکی است و چون زمین به سوی خورشید می نگرد روشن و تابناک می شود. الان قرآن برای من نازل شده انشاءالله، ولی ممکن است قرآن برای کسی که از صبح تا شام به قرآن دشنام می گوید قرآن برای او نازل نشده، یک کتاب دیگری برای او نازل شده که سراسر در خور شنیدن فحش و دشنام است. یا وقتی کسی، حالا اگر جنبه های سیاسی رو کنار بگذاریم، یک فردی که در داعش سرویس میده و خدمت میکنه، فرض رو بر این بذاریم که باور دینی داشته باشه، فرض کنیم که دولت خاصی به او دستور نداده باشه و فرض کنیم که یک آدم بیدینی نباشه که اجیر شده باشه و میشنری تشکیل داده باشه و برای گرفتن پول آبرو یک دینی رو ببره، فرض کنید که این شخص دارای اعتقاد باشه. قرآنی که به اون نازل شده قرآنی است که سراسر در کشتن و تجاوز و ایجاد فحشا و دروغ گفتن و وطن فروختن و انسان فروختن و کنیز فروختن و اینها حکم میکنه. این قرآنی است که به اون نازل شده. بنابراین امر تنزیل یک امری نیست که ما در مبدأ مجرد دنبال او بگردیم. نزول زمانی واقع میشه که ما معرفت به تنزیل پیدا بکنیم و اون چیزی رو که نازل شده واصل بشه تا امر نزول تحاصل بشه، تحصیل بشه. فطرت انسان در مثال کره زمین که زدیم، که کره زمین وقتی میچرخه همیشه یک طرف این کره سیاه، یک طرفش نورانی است و این خورشید که در حال حرکت هست، این زمین که زمین که در حال حرکت هست، خود این زمین اون قسمتش که تاریک میشه، خود این زمین باعث این کار شده. تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، اشاره به همین میکنه که ما خودمون وقتی که پشت میکنیم به خدا بر ما چیزی نازل نمیشه. وقتی که ما رو میکنیم به خدا اون وقت روشنایی خورشید حق بر ما ساطع میشه و ما پذیرای تنزیل میشیم. و هر وقتی که ما پشت بکنیم به خدا تاریک میکنیم اون جهتی رو که طرف خدا نیست و میگوییم که خدا کجاست؟ همه جا تاریک است. همه جا تاریک نیست، تو تاریکی. چون اگر برگردیم و به این سو نگاه بکنیم میبینیم که روشن میشویم، سینه ما نورانی میشود وقتی رو به نور میستیم، ولی وقتی بر میگردیم و پشت به نور میکنیم در جهت دیگری که میستیم سینه ما با تاریکی مواجه میشود و میگوییم نور نیست، نور هست، تو نیستی. نور حاضر است، تو حاضر نیستی. فطرت انسان مثل همان سیاره، مثل کره زمین، متحول و متغیر و در حال تغییر و تأثیر است که هرگاه آینه وجود او مقابل خورشید قرار بگیرد شاهد خورشید می شود و در واقع حضور خورشید رو باور می کند و حس می کند و وقتی که پشت به خورشید می کند اون وقت آینه
وجود او یک سر سیاه می شود و چیزی در این آینه نمی بیند. در واقع رؤیت او مسدود می شود. حدوث قرآن و آیات الهی در فطرت انسان و همچنین درک و معرفت فطرت به وجود آیات الهی رو در بیان قرآنی به صورت بسیار بسیار مختصر نزول میگویند. نزول وسیله است که یک امر نامفهوم به امر مفهوم تبدیل می شود. از قدیم حادث می سازد، از باطن ظاهر می سازد و از غیبت ایجاد حضور می کند. همه این کارها رو نزول انجام می دهد. وقتی قرآن می گوید شهر رمضان، یعنی شهری که یا ایامی که مشهود شهادت تو می شود و مشهور می شود، شهره می شود، شناخته می شود، شناسا می شود و شناسای تو می شود، در چنین موضع و مقامی روزه بدار و تقوا بورز. این مربوط به سوره بقره آیه 185 است که به اون خواهیم رسید. تقوا بورز که خورشید طلوع کرده است و تو هنوز در خوابی، برخیز و طلوع خورشید رو ملاحظه کن و شاهد باش. در باب حضور و قدمت، حضور و حدوث و قدیم که نهایتاً به حاضر و غایب میرسه و به ظاهر و باطن میرسه، که ما هر چیزی رو که در باطن وجود داره ولی ظاهر دیده نمیشه و هر چیزی رو که ظاهر او رو نمیبینیم باطن او رو هم کتمان میکنیم، که این باطن هم نداره. چرا باطن نداره؟ برای اینکه ما نمیبینیم. چون اگر باطن داشت حتما باید ظاهر هم می داشت. و بعد می گوییم که ممکن است که وجود داشته باشد ولی غایب است. صحبت زیاد است و من مرتب به ساعت نگاه می کنم و مطالب رو جویده جویده و جست گریخته بیان می کنم. ما خاطر اینکه احتیاج به زمان بیشتر داریم و احتیاج به حمایت بیشتری داریم، این کار یک نفر نیست که این همه غلط آموزی رو که به ما دادند جبران کنیم. و به قول دکتر شریعتی میگفت، که علی شریعتی میگفت، اگر من در کنگو بودم، در یک کشور آفریقایی، ظرف مدت کوتاهی، شاید یک ماه دو ماه، همه افراد کنگو رو مسلمان میکردم، ولی من در ایران که هستم تا ابد هم قادر به این کار نخواهم بود که همین مسلمان ها رو مسلمان کنم. چرا؟ برای اینکه اینها لباس ناجوری از اسلام تن خودشون کردن. تمام این لباس ها رو باید دور ریخت و افراد چنان انس گرفتن به این لباس های کفر و شرک که مشکل است یک به یک با اونها به جنگ بپردازید که این لباس ها رو عوض کنید. اما اگر پارچه تهیه کرده بودن، خیلی راحت میشد که این پارچه ها رو تبدیل به لباس کرد. شما ببینید که در سوره بقره، که در واقع به خصوص قسمت اول سوره که استخوان بندی شناخت شدن قرآن و شناسایی قرآن و قوانین فهم قرآن رو بیان میکند، از همون جا ترجمه هایی که شده و به ما یاد دادند تمام اینها اشتباه بوده است. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتاب که در ارتباط با اون یا مفهوم آن یا هرچی تردیدی وجود نداره، راهنمای پرهیزکاران است. پرهیز از چه؟ پرهیز از عمل ثواب حتما. همان کسانی که به غیب ایمان دارند، الذین یؤمنون بالغیب، یعنی کسانی که به غیب ایمان دارند. در پایینش که نگاه میکنید، در تفسیری که به ترجمه کرده، منظور غیب مراحل اولیه شناخت خداست که بعدن این غیب به غیب الغیوب تبدیل میشه، که در واقع اون خود خداست
و ما باید قبول کنیم برای رسیدن به خدا اینکه یک وجودی وجود داره به نام خدا که غیب، یعنی ایمان به غیب یکی از ارکان اسلام شده، در حالی که ایمان به غیب یکی از ارکان ضدیت با اسلام و قرآن و عقل انسانی است. یعنی ما ایمان داشته باشیم که خدا غایبه. ببینید وقتی یک کمی با هم پیش میریم و به مقدمات اشاره میشه، اون وقت چقدر موضوعات مضحک و در عین حال وهم‌آور و وحشتناک میشه، مهیب میشه. انسان وحشت میکنه از این ترجمه، از این تدریس، از این تفهیمی که از قرآن به ما کردن. یعنی ما باید چه بکنیم؟ ما باید که برای اینکه مسلمان باشیم و تسلیم خدا باشیم و اون دنیا انشاءالله به بهشت برویم، قبول کنیم که خدا وجود داره ولی غایبه. 180 درجه این ترجمه اشتباهه. تو غایبی، نه خدا. خدا هم حاضره و هم ظاهره، هم باطنه هم ظاهره. هیچ کجا نگفته است که خدا غایبه. چطور خدا میتواند غایب باشد؟ اصلا مفهوم غیبت در خور ذات الله است که الله از کجا غایب باشد، از کجا فارغ باشد، در کجا نباشد. درد بسیار است. حافظ میگوید که من بعد از خودم دلم برای حافظ خیلی میسوزه، چون بدبختی های خودم رو میبینم، به گرفتاری های او هم تا حدودی پی میبرم. البته من کجا او کجا. حضوری گر همی خواهی، حضوری گر همی خواهی، از او غافل مشو حافظ. حضوری گر همی خواهی، از او غایب مشو حافظ. یعنی حضور خدا و اینکه تو معرفت پیدا کنی به حضور خدا مشروط بر این است که تو غایب نباشی. تو لازم نیست خدا را حاضر کنی که گوش خدا را بگیری بگی تا دیروز شما غایب بودی، سر کلاس نیامده بودی، حالا من چند تا ترکه کف دست تو میزنم، خدایا از فردا سر موقع سر کلاس بیا حاضر باش. چرا از این کائناتی که آفریدی خوابت گرفت و غایب شدی کجا رفته بودی؟ اینها معنی است که به ما یاد دادن. به غیب ایمان، به غیب ایمان داشته باش یعنی چه؟ مگر غیبی وجود دارد؟ مگر غیبتی وجود دارد؟ تنها غیبتی که وجود دارد و تنها غیبی که وجود دارد تو هستی. تو غایبی. تو دست بر چشم گذاشتی و دنیا رو سیاه میبینی. چرا دنیا رو سیاه میخوانی؟ تو سیاهی میبینی. تو سر در برف کرده ای. دنیا سفید است. خدا حاضر است. خدا ناظر است. خدا ظاهر است. خدا باطن است. خدا در وجود توست. خدا نزدیکتر از ورید گردن به توست. خدا در تو نفس می کشد. نفخه الهی از روح الهی در تو دمیده می شود. چگونه می توانی بگویی که خدا غایب است؟ اون وقت تو حاضری. خدا غایب است. حضوری گر همی خواهی، از او غافل مشو حافظ. متی ما تلق ما تهوی، دع الدنیا و اهملها. حضور اگر میخواهی خودت غایب نباش. وقتی تو حاضر باشی همه چیز رو حاضر میبینی، سرت رو از
برف غرور و تاریکی و نخوت و دروغ و عصیان و سرپیچی و تقلب و خدعه و تکاسر و سرکشی و فسق و طغیان و عصیان. خارج کن سرت رو از این منجراب و گنداب تا خدا رو حاضر ببینی، تا خدا رو ناظر ببینی، تا خدا رو ظاهر ببینی. مگر در قرآن نمیگوید که تو به جایی خواهی رسید که به تقابل با وجه خدا خواهی رسید؟ مگر نمیگوید کسانی که ملاقات میکنند وجه الله رو، وجه الله رو، صورت الله رو ملاقات میکنند، چگونه است که خدا غایب است و بعد در اثر اقداماتی که تو میکنی خدا از غیبت بیرون میآید یا تو از غیبت بیرون میآیی؟ حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلق مت تهوا. وقتی که حاصل شد، وقتی که رسیدی، وقتی روبرو شدی با چیزی که برخورد کردی، با چیزی که متحوا مورد خواست تو بوده، آرمان تو بوده، آرزوی تو بوده که به او برسی، الان که رسیدی، الان که حضور خدا رو دیدی، گرمای وجود او رو در وجود خودت حس کردی، لااقل برای یک لحظه، برای یک لمحه، برای اینکه خورشید خدا در وجود تو تابان باقی بماند و برای اینکه حضور خدا در ذهن تو تبدیل به غیاب نشود، دع دنیا، فرو افکن اون چرا که دون خداست، اون چرا که کمتر از خداست. دع دنیا، دنیا ظاهر هستی است که آمال و آرزوهای نفسانی انسان است که در اصطلاح قرآنی چیز دون، پایین، پست، دنیا خطاب می کند به او و به همین لحاظ دنیا رو دنیا می نامد. دع دنیا، فرو افکن اون چرا که کسر از خداست، پایین تر از خداست، دون خداست. الان که خدا را دیدی و با صورت او آشنا شدی و مقابل صورت او قرار گرفتی و ملاقات کردی خدا رو در حضور، دع دنیا، فرو افکن اون چرا که کمتر از اوست و احملها، همه چیزهایی که مهمل هستند در مقابل اصلی که خدا نامیده می شود. این جلسه وقتی که من شروع کردم به ذکر مختصری از سوره قدر، اینطور تصور می کردم که در مدت 15 دقیقه یا حد اکثر 20 دقیقه قادر خواهم بود که از این سوره کوتاه عبور کنم و به سایر مطالب مربوط به ماه مبارک رمضان بپردازم. چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. باز می گردیم، با شما خواهیم بود.